خیلی وقتا فکر میکنم با این شرایطی که ما رشد کردیم و بزرگ شدیم، شاید رو گرایش به هنر ارضا کردن روح و روان نباشه، شاید این که یه چاره دیگه نداریم به این چیزا میپردازیم، به این ابزار رو آوردیم. من همیشه میگم شاید اگه جامعه بود من میتونستم برم، حالا تفریحات، حتی یه سری تفریحاتی داشتیم که میتونستم انجام بدیم، شاید اصلا تمایلی به هنر پیدا نمی‌کردم. من احساس میکنم این ناچاریه، و حداقل در مورد خودم ناچاریه که نقاشی میکنم. هرچند که موقع نقاشی میکنم احساس میکنم شاید تخلیه روح باشه، شاید اینه که آدم بعضی وقتا عصبانیتشو یا ناگریز بودنشو داره نشون میده. نقاشی ادبیات خودشو داره، تا یه حدی میتونیم بهش فلسفه، روانشناسی یا هر چیزی اضافه بکنیم، تا حدی که از اون ذات نقاشی بودن خارج نشه. و اون حداقل برای من اون رنگ، اون انرژی، اون بافت، اون فضا و اتمسفر بیشتر مهمه تا بیام یک ادبیات قاطیش بکنم. یا حالا حداقل فکر میکنم دورش دیگه گذشته، چون نقاشی دیگه رسانه نیست، نقاشی فقط آرت به نظر من. تکنیک کاری ما بیشتر، حالا اگه بخوایم یه اسمی رویش بذاریم، تکنیک اکرولیکه و بیشتر توی فاز رئالیسته که گاهی با فانتزی قاطی میشه. یعنی اینجوری میتونیم بگیم که رئالیست فانتزیه. رنگای تخت و آسمونه فلت و عناصر حالا کاملا مشخص و غیر مشخص توی کارام وجود داره. اینکه آسمونه و تخت رنگ آسمونا یا بعضی جاها چمنا رو تخت میذارم یا رنگای غیر متعارفه، این به خاطر اون بود فانتزی کاره که من خیلی از این حالت دوست دارم. اینکه شما یه آسمون بی وقت میبینید، معلوم نیست چه روزیه، چه ساعتی از روز، عصر، صبح. گاهی آدم احساس میکنه این یه بک‌گراندیه که هنوز آسمون روش گذاشته نشده. به قول پول کله، این که شما اگه روزی چشتون با کنید و تو حتی توی کره زمین نباشید، تجربه نگون کنید که آسمون آبی نیست. من اینجور بازی ها و اینجور شیطنت ها رو حالا بگم، تا اینکه بخوام یه حالت فلسفی قاطیش بکنم، اینجور شیطنت ها رو دوست دارم. یه آجره که توی کوچه افتاده بود، من ازش کندم با مغار و ابزار تیز. نمیه تخصیصی من بتنم خواهی گرفته، اینا دلیت فرم خیلی جالبی برای من داشته، به اساس کردن به تخمه دایناسور بوده. پول خیلی مهمه، شما با پول شاید نتونی همه چی رو بخری، ولی بدون پولی چی نمیتونی بخری. ترجیح میدم انقدر پول داشته باشم که به یه ماشین برسه، ولی ماشین رو نخرم. اگه پول داشتم یه کامپیوتر میخریدم، اگه پول داشتم یه پرینتر داشتم توی خونه، مسلما خیلی کارام فرق میکرد. من سالها میگذشت و یه کامپیوتر نداشتم که عکسایی که میخوام ببینم و حتی توی کامپیوتر ببینم. خب اگه یه دوربین داشتم، از اون طبیعتی که میدیدم و اون حالا سازه‌ای که میدیدم، سرسره میدیدم، پالشگاهی که میدیدم، اگه عکس میگرفتم، خب خیلی فرق میکرد. من قاسم محمدی، ساکن و متولد شیراز، تحصیلات دانشگاهم رو توی رشته نقاشی از دانشگاه تهران هنری زیبا رشته نقاشی گذروندم. بعد از یک دوره فعالیت کاری دوباره ادامه تحصیل دادم در دانشگاه تهران، دوباره در رشته پژوهش هنر، و الان همچنان به نقاشی ادامه میدم.